سلام، به تماشا خوش اومدین. من مینو جوشغانی هستم و برنامه این هفته را از نمایشگاه آثار تام وسلمن در لندن اجرا میکنم. در تماشای این هفته اینجا ما فقط در مکالمه یک حرف ساده گیر کردیم. پای صحبت آصف حسینی، شاعر بلخی. نمایشگاه یهودیان شرق در پاریس. یادت هست عزیزم، ما خون دل می‌خوردیم و حکومت در ارگ جان می‌گرفت. ما خون دل می‌خوردیم و زنی در بدخشان می‌مرد. آصف حسینی، شاعر این ابیات، دوران کودکی و نوجوانی را در مهاجرت گذروند و در ایران بزرگ شد. او بعد از سقوط دولت اول طالبان در دهه 80 خورشیدی به افغانستان برگشت و در کنار تحصیل در دانشگاه به سرودن شعر پرداخت. او در سالهای بعد که برای ادامه تحصیل و زندگی به آلمان رفت، سرودن شعر را به شکل جدی ادامه داد و شعرش در طی این سالها بسیار متحول شد. تماشا پای صحبت آصف حسینی نشسته. اگر هر آواره با خود شعری بیاورد، چه خواهد شد؟ آیا اروپا دیوان بیدلی نخواهد بود؟ گلویت اینجا می خشکد، نه آب معدنی پاستوریزه، نه شراب زیر خانه تاک های آلپ، هیچ چیز گلویت را تازه نخواهد کرد. چطور دلت آمد کلماتت را اینجا دفن کنی؟ اینجا قبر شاعران قبله ندارد. اینجا ما فقط در مکالمه یک حرف ساده گیر کردیم. آصف حسینی هستم، شاعری از بلخ. در ایران شعر یاد گرفتم و شعر پرورده شد در ایران. 8-9 ساله بودم، یعنی سوم ابتدایی، رفتم کار توی کارگاه رفوگری فرش. فضایی بود که توانستم که در یک انزوای کودکانه بیشتر فکر کنم، بیشتر درگیر بودم با دنیای پیرامون. سالها بعد، شاید 10 سال بعد، وقتی که اثری از فروغ فرخزاد اتفاقی به دستم رسید، از فکرم تولد دیگر بود، و بعد همزمان به کمی دیرتر زودتر یک شعری هم از سهراب سپهری در کتاب فارسی چاپ شده بود که کتاب خواهرم بود، خوندم و متوجه شدم که گویا میشه با کلمات بازی کرد. فکر کردم که هی که حس اومد، فکر کردم که میتونم یه چیزی رو بنویسم و همین کار کردم. کم کم با راهنمایی دوستان و جلساتی که در حاشیه شهر مشهد برگزار میشد، جلسات دوره دری، بیشتر نقدی که از شعرهای دیگران میشنیدم برای من آموزنده بود. مجموعه اول این کفشای پیاده، شعرهایی که عمدتا ساختارگرا بودن و مهندسی کلمات بود بیشتر تا مثلا الزاماً به لازه مضمونی عاشقانه یا سیاسی باشن. این کفشای پیاده در واقع تمرین شعر است، یعنی سیامشق. و اتفاقی که افتاد همین بود، به محتوا زیاد نمیشد پرداخت به خاطر اینکه مضمونی وجود نداشت به جز مهاجرت، و مهاجرت هم تقریبا دور بحث کردن و گفتن در بارش یک کمی تابو بود. ظاهرا باید به قول ما افغان ها باید منتدار باشه، یعنی باید انگار چون وارد یک سرزمین دیگه شده، باید همیشه در نقش مهمان کسی باشه که گویا مورد لطف و الطاف جامعه میزبان قرار گرفته. این اون فضا اونطوری بود. وقتی یک مسئله مملوعه میشه که تو در بردش حرف بزنی، سعی میکنی که اینو سکوت کنی. این دقیقا بخشی از شعر حجم در واقع سکوته. یک انزوا، در یک انزوا قرار داره، و در این انزوا تنها چیزی که دور بر خودش میبینه اشیاء، ماه، درخت، پرنده، قفس. اما همون سکوت، همون انزوا، نپرداختن به مسائل اجتماعی، همه اینا در مجموعه دوم رنگ دیگه ای به خودش گرفت. بانو،
تو تمام رنج های منی، تو دست های منی که شرنگ چوری هایت پرنده ها را در گوانتانامو فریب می دهد. تو تکه ای از منی در آفریقا، چرا که او قلب مرا سیاه و گرسنه آفرید. ساق هایت را کوتاه می کنند تا نیشکر ارزان شود. آری، این مذهب ماست، این مذهب ماست، این که باید همیشه دندان گرگی را آویزه گردن باشیم، چیزی قریب ورید، جایی قریب خدا. همین دلیل ساده است که از بلا دوریم. چربی در خونتان فوران نمی کند، یا زنی محتاج در سرک های وزیرک بر خان فرو نمی پاشد. بگذاریم، برف می بارد و خدا حرف های دلش را فاش می کند. برف در سطرهای تنت می نشیند، معنا می گیرد، خدا تو را تکلم می کند. بعد مانند مذهبی جدید به دور دست ها می فرستد. پرنده ها عاشقت می شوند، موش ها نمی ترسند، درخت ها بار برد و سیب ها شرمگین. هیچ کس تو را انکار نمی تواند، تنها من تو را کافرم. مجموعه دوم در کابل شکل گرفت. من در اثر ماه گرفتگی در فاز اول که در جامعه مهاجرت شکل میگیره همیشه در حاشیه بودیم. کابل 2003 وقتی من شخصا وارد شدم، من دیگه در حاشیه نبودم، در متن قرار داشتم. و وقتی در متن هستی هیچ چیزی ظاهرا تو تهدید نمیکنه و نوع نگاهت به پیرامون فرق میکنه. زمان کفید و بیرون پریدی، بند کفش را محکم بستیم و گریختی. خیابان پر بود از چشم های نگران، ما پر بودیم از خیابان. دست ما سنگ فرش شده بود و دریچه قلبمان کاباره ارزان. نمیدانم چرا، کجا و چگونه وسوسه‌ات را گذاشتم بین کتاب. نمیدانم کجا، چرا و چگونه پلکم لغزید به دکمه پیراهنت. نمیدانم چرا، کجا و چرا پلکم پرید. حالا نیستی، زندگی در سلول خاکستری مغزم تکرار روزهای با همیست. صحرای آفریقا در سینم گسترش مییابد و هفت دریا آنسوتر باران اسیدی اما مرده های دشت لیلی را مست می کند. یادت هست عزیزم، ما خون دل می خوردیم و حکومت در عرب جان می گرفت. ما خون دل می خوردیم و زنی در بدخشان می مرد. ما شعر می خواندیم و مردی در جنوب سلاخی می شد. همه چی خوب است. برادر ناراضی عصرها قلیان می کشد و گوش می برد. بینی می برد که زنش بوی تریاک و مغز دم کرده آدم ها را نشنود. گوش می برد که اهلی شویم. او آنقدر مؤمن است که هر شب 11 حوریه را حامله می کند و صبح ها وقتی به عرب می رود دندان مصنوعیش را تیز می کند. عزیزم، هوا سرد است و کودکان زیادی سقط می شود و ما در صف 124,000 پیغمبر هنوز تشنه ایم، گرسنه ایم، اما رأی داده ایم. ما نمی توانیم دنیا را عوض کنیم، ترانه بسازیم و خوش باشیم. فقط بگذار نقشه دنیا را در حجم یک قفس فشرده کنم تا سرزمین ها من جفت شد. پلیس می گوید تروریست ها به زبانی عجیب سخن می گوید. من زبانم را قفل می زنم، اگرچه 1,000 سال نمازم را پارسی خواندم. در سلول انفرادی مدام اعتراف میکنم و شبها وقتی استخوانهایم را به کنجی پهن میکنم 72 بار نام تو را دعا میخوانم و بس. تو در دور دست دلتنگی نشستی و تمام راه های من به آغوشت امروز بسته است، گویا انفجاری در مسیرت اتفاق افتاده. یادت هست در ونیز بود که مدیترانه بالا آمد و مچ پایت را کشید به اقیانوس. گفتم این کافیست تا پری دریایی مسیر گم شدش را دریابد. خندیدی و دریغ چه زود گم شدی. دلتنگیم آنقدر عمیق است
که 365 معدنچی در آن مردند. افغانستان هر از گاهی هر 20 سال 15-20 سال یک بار دوباره برمیاد به اول تاریخ. وضعیت اکنون هم الان سرزمینی پر از خاکستر که کلان همه چیز سوخته، فقط خاکستر می‌بینی و در بین خاکستر چند تکه از جواهرات یا هر چیزی می‌بینی که هنوز دارن برای خودشان می‌درخشند. نسلی که اینها آدم‌های قوی هستند در شعر، ادبیات، فیلم، سینما، هنر، اینا کسایی هستند که مسئولیت تاریخی یک ملت دارن به دوش می‌کشند. جنازه تو را به خاک می سپارند، جنازه تو را به خاک می سپارند، جنازه طفلت را به آب مثل موسی. جنازه من اما راه می رود، راه می رود تا کشته شود. جنازه من از کابل می گریزد به بلخ، به قندهار و ننگرهار، به دشت های بلوچستان. جنازه من خاک ندارد، آب ندارد، هر روز در خودش دفن می شود، با شلی که گلولهی در زایشگاه و خنده ملاغنی برادر در برگ. گالری دیدار میزبان تعدادی از کارهای حسین والامنش، هنرمند ایرانی استرالیایی بود که به تازگی درگذشت. والامنش ابتدا کارش رو با بازی در نقش فیل در نمایش شهر قصه شروع کرد، ولی بعد از مهاجرت به استرالیا هنرهای تجسمی رو به شکل جدی دنبال کرد. او در سالهای اخیر بیشتر برای مجسمه‌هایی که در فضاهای عمومی ساخته بود شناخته شده، اما توی این نمایشگاه نمونه‌های گوناگونی از کارهای او از عکس و چیدمان تا ویدیو و اجرا دیده میشه. در کارهای والامنش میشه علاقه به طبیعت و عناصر فرهنگی قوم‌های مختلف رو دید که اغلب با مواد طبیعی مثل چوب، برگ و خاک در کنار نمادهای ایرانی مثل فرش و خط فارسی کار میشن. در اجرایی به نام اشتیاق تعلق که با عکس مستندسازی شده، در دل طبیعت بر روی یک فرش ایرانی کومه ای آتش درست میکنه که شیوه آرایش چوبهای اون یادآور آتش درست کردن بومی های استرالیاییه. آتش فرش رو میسوزونه و نمونه سوراخ شده فرش در برابر عکس های خود اجرا در فضای گالری به نمایش در اومده. تعلق های فرهنگی گاه متضاد این کار نمودی از شیوه زندگی هنرمند در میان دو سنت و فرهنگ متفاوت. نمایشی سه بخشی با نام برباد رفته از پویا آریانپور در کارخانه قند کهریزک برگزار شد. چیدمان برباد رفته از سال 1396 شروع شده و بعد از 5 سال به نمایش درآمده. مکان این نمایشگاه در کارخانه قند کهریزک که از قدیمی ترین آثار معماری صنعتی ایران به شمار میاد. این کار از سه بخش مجزا با نام‌های آویخته در باد، شیء به جا مانده و مجموعه ای از طراحی‌ها و منابع تصویری هنرمند تشکیل شده. آریانپور از اواسط دهه 80 خورشیدی به ساخت مجسمه‌های بزرگ آینه کاری پرداخته و بخش آویخته در باد هم با همین تکنیک و با الهام از حرکت پارچه‌ها و پرچم‌ها در باد ساخته شده. این مجسمه معلق از سرهمسازی 27 مجسمه شکل گرفته و با ترکیب آینه‌های کوچک و استفاده از رنگ‌های تیره یادآور پرچم‌های عزاداری و راهپیمایی هاست. بخش دیگر برباد رفته یک مجسمه فلزی که از 4 قطعه تشکیل شده. شیء به جا مانده همزمان یادآور اسلحه، ابزار شکنجه و ستون فقرات یک پستاندار بزرگه. شیء به جا مانده با شمایل صنعتی خودش به محل نمایش کار، یعنی کارخانه، نزدیک میشه و حس صنعتی مکان رو تقویت میکنه.
قرن‌های طولانی در سرزمین‌های مختلف خاورمیانه و شمال آفریقا زندگی کردند، هم از فرهنگ مردمان این سرزمین‌ها تأثیر پذیرفتند و هم در مقابل بر زندگی مردمان این جوامع تأثیر گذاشتند. اخیراً مؤسسه جهان عرب شهر پاریس نمایشگاهی برگزار کرد با عنوان یهودیان شرق، تاریخ هزار ساله، که به همین موضوع پرداخت. در این نمایشگاه مجموعه مفصلی از اشیاء و اسناد متعلق به زندگی یهودیان مشرق زمین گردآوری شده بود. از آثار باستانی استثنایی و نسخه های خطی و اشیاء مذهبی گرفته تا لباس و جواهرات و عکس های خانوادگی. تماشا از این نمایشگاه دیدن کرده. نمایشگاه یهودیان شرق بخشی از مجموعه نمایشگاه‌هایی که مؤسسه جهان عرب پاریس درباره ادیان ابراهیمی در جهان عرب و مسلمان برگزار کرده. در این نمایشگاه می‌خواستیم به صورت زمانمند و با در نظر گرفتن ویژگی‌های جغرافیایی هر خطه به فرهنگ یهودیان شرق بپردازیم. نمایشگاه یهودیان شرق از دوران باستان شروع میشه و در ادامه به قرون وسطا میرسه. در این نمایشگاه به دوران حکومت عثمانی و قرن 19 هم نگاهی میندازیم و به دوران مدرن میرسیم. مسلماً در دوران مدرن به پدیده مستعمره سازی و تجدد و غربی شدن جهان عرب هم توجه کردیم و در این حال به ایران هم پرداختیم. در نهایت میرسیم به قرن 20. یک رویکرد زمانمند داریم و یک محدوده جغرافیایی که از شمال آفریقا تا شبه جزیره عربستان و بین النهرین رو در بر میگیره. حضور اقوام مختلف در این جغرافیای گسترده به تعامل فرهنگ ها منجر میشه. مثلا ما تاکید ویژه‌ای بر سرزمین فلسطین، اورشلیم و حضور اقوام مختلف در این منطقه مشخص جغرافیایی داریم. در این منطقه ایرانیانی هم زندگی می کردند که یادگارهای زیارتهای اونها اینجا به نمایش گذاشته شده و به قنای نمایشگاه کمک زیادی کرده. این یادگارها نمایشگر سلیقه و علایق زائران ایرانی هستند. ایده ما این بود که در همین محدوده جغرافیایی مشخص نشون بدیم که یهودی شرقی بودن یعنی چی؟ این که مفهومی یک پارچه و هویتی واحد نیست. ما در طول نمایشگاه تصریح می‌کنیم که یهودی شرقی بیش و پیش از هر چیز آرامیه یا بربر، عرب، اسپانیایی، ایرانی و حتی در دورانی اروپایی. اهمیت نمایشگاه در همین نکته است، اینکه بتونیم با نگاه به حضور طولانی مدت یهودیان در منطقه طی هزاران سال تنوع اشکال بیانی اونها رو به نمایش بگذاریم. ما اشیای زیادی در این نمایشگاه داریم که به قرن 18 و 19 میلادی تعلق دارند.
یادگارهای زیارتی که شگفت انگیزن. چاپ‌های بزرگ که صحنه قربانی شدن اسحاق توسط پدرش ابراهیم رو نشون میدن. پارچه بسیار زیبا که با نخ طلا و نقره گلدوزی شده و همین شمایل نگاری رو داره. علاوه بر اسحاق و ابراهیم، پیامبران دیگری هم در این آثار تصویر شدن. وقتی به اشیایی که از کسانی که برای زیارت به اورشلیم می‌رفتند نگاه می‌کنیم، تصاویر اماکن مقدس یهودیان، نظیر معبد سلیمان، دیوار ندبه و شمایل پیامبران مختلف به وفور به چشم می‌خوره. یه قسم دیگه از اشیایی که ما اینجا داریم، وسایل زندگی روزمره است. تکیم به صندوقچه های تورات میگن، جایی که ارزشمندترین شیء یهودیان درش قرار داره. این صندوقچه ها که معمولاً ترکیبی از چوب و فلز توشون به کار میره، اغلب بسیار کار شدن. معمولاً توشون چوبیه و بیرونشون منبتکاری یا فلزکاری داره و ماهرترین استادکارا تزیین اونها رو به عهده دارن. ما بیش از 12 تکیم رو کنار هم قرار دادیم تا نحوه تزیین این شیء مهم رو به نمایش بگذاریم و در این حال تفاوت ظاهری اونها بر اساس اینکه مال کدوم منطقه جغرافیایی‌اند رو نشون بدیم. یکی از این صندوقا که خیلی طرفدار پیدا کرده مال ایران دوره قاجاره. فوق‌العاده است. بدنش تماماً چوبیه و لبه‌هاش با فلز تزیین شده. یه قسمت بدنش سبز و قسمت دیگرش قرمزه و ریمونیم ها یا گلدسته هاش خیلی باشکوهن. ریمونیم همون انار در زبان عبریه که در عربی هم رمان گفته میشه. ریمونیم ها رو روی شاخه های نصب میکنن و زنگوله های هم بهش آویزون میکنن که وقتی تورات رو از صندوقچه در میارن صدا بده، طوری که آدم ها از دور هم صداشو بشنون. نمایش اینها با این هدفه که نشون بدیم چطور در مناطق جغرافیایی مختلف ماهرترین استادکارها یک شیء رو به اشکال مختلف میساختن. برای قسمت مربوط به ایران ما یه سری عقدنامه داریم که بسیار با ظرافت کار شده، با نقوش گنبدی و تزیینات گیاهی که مشخصا ایرانیه. همینطور نشان مشهور شیر و خورشید رو داریم. این شمایل نگاری برای مزین کردن سندیه که در اون جامعه اهمیت داشته. عقدنامه ها جزو اسنادی هستند که تا به امروز حفظ شدند، چون یک فرهنگ نوشتاری جدی و سنت حفظ نوشتار وجود داشته. تعداد قابل توجهی طلسم هم داریم، به ویژه در قسمت ایران. همینطور سینی هایی که اهمیت ویژه‌ای برای عید پسح داشته. در نتیجه در این نمایشگاه نمونه هایی از انواع هنرهای تزئینی و کاربردی این منطقه به نمایش گذاشته شده، از کار روی پارچه گرفته تا جواهر، طلاکاری و ساخت اشیای مذهبی. بعد از فتح منطقه توسط اعراب مسلمان، قوانین ویژه‌ای برای اقلیت‌های مذهبی وضع شد. به پیروان ادیان دیگه از جمله یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان اهل ذمه می‌گفتند، یعنی مردمان اهل کتاب غیر مسلمان که تحت شرایط خاص در امان حکومت اسلامی زندگی می‌کنند. گاه این شرایط برای اقلیت‌ها شرایط وحشتناکی بود. برای مثال در منطقه مغرب که اون زمان تحت ولایت امویان بود. در جاهایی مثل مصر وضع کمی بهتر بود. بسته به اینکه چه حکومتی سر کار بود، در بعضی مناطق گروهی از نخبگان یهودی شرایط بهتری داشتند و میتونستند با قدرت حاکم کار کنند. برای مثال در اندلس و همینطور در عصر عثمانی.
عثمانیان خیلی بر جامعه نخبه یهودی تکیه کردند و نقش واسطه یا میانجی رو در امور مختلف بهشون میسپردن. این وضعیت رو کم و بیش در جاهای مختلف میبینیم. این بدبستان‌ها موضوع نمایشگاه ماست. ما میخوایم میراث فرهنگی یهودیان شرق و شکوفایی فرهنگی در مناطقی که بستر این تعاملات بوده رو به نمایش بذاریم و نشون بدیم که از کار نخبگان یهودی طی قرن‌ها چی به جا مونده و به تاریخ پیوسته. برنامه این هفته اینجا به پایان میرسه. یادآوری کنم که تماشا رو میتونید در یوتیوب بی بی سی فارسی هم ببینید و گزارش های برنامه رو از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.